أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء والنبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صدق الله العلي العظيم. برای دفع و رفع امراض و بلیات، برآمدن حاجات، قبولی طاعات و عبادات، آمرزش اموات، صلوات عنایت بفرمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. برای خوشدلی قلب ناظرین آقا امام زمان صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گذشتگان رو فراموش نکنیم. ذوی الحقوق بالاخص والدین هدیه و ارواح همهشون صلوات علیه بفرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه بحث های قبل که در جلسه قبل راجع به اهمیت نماز، به تأکید نماز از طرف خدای تبارک و تعالی تایی آیات فراوانی و همینطور از لسان مبارک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور عمل کرد اون حضرت، اهتمام عملی اون حضرت نسبت به نماز، اهتمام قولی و عملی ائمه علیهم السلام نسبت به نماز، اهتمام خوبان و بزرگان نسبت به نماز، سبب موفقیت آدم‌های موفق در طول تاریخ به سبب نماز. نکات را با هم صحبت کردیم که انسان اگر بخواهد از جمیع جهات با یک عمل کردن، با یک کار از جمیع جهات راحت شود، باید نمازش رو اقامه کند، نمازش رو خوب بخواند، خوب انجام بده. امروز به خواست خدای تبارک و تعالی آیه از آیات قرآن رو با هم میخوانیم و مورد بحث قرار میدیم که خدای تبارک و تعالی طی این آیه و آیات دیگری بیان میکند که چه حکمتهایی و چه منفعتهایی و چه سعادتی و چه فوائدی در گرو اقامه نماز قرار داده. از این که خداوند تبارک و تعالی راضی به ترک این واجب نشده
در هیچ حالتی به بنده اجازه ترکش رو نداده، مسلم است که در انجام این فریضه برای بنده ثواب بسیار بالایی، اثر اخروی و دنیویش خیلی بالاست. انسان اثر دنیویش رو قبل از اخروی میبیند، کما اینکه دیگران دیدند. خدای تبارک و تعالی در یک آیه امر میکند به پیغمبر که اقیم الصلات، آقا نماز رو به پا بدار. این الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. در این جمله خدا میداند که هزاران نکته نهفته است. خدا میفرماید که این الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. اول به پیغمبر امر میکند اقیم الصلات، و به ما هم امر میکند اقیم الصلات، نماز برپا بدارید مسلمان ها. ای مسلمان، ای جوان، نماز برپا بدار. چرا؟ این الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. میخوای از تمام بدی ها دور باشی، میخوای از تمام زشتی ها دور باشی، میخوای معنویت بسیار عالی داشته باشی، روح آزاد و آزاده داشته باشی، روح بسیار پر از لذت و معنویت داشته باشی، اقیم الصلاة. چرا؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. آقا چه ارتباط است بین نماز، اقامه نماز و ترک فحشا و منکر؟ میگن نماز رو بپا بدارید. چرا؟ برای که نماز شما رو از فحشا و منکر باز میدارد، شما رو از فحشا و منکر دور میکنه، بین شما و فحشا و منکرات یک سد، یک مانع ایجاد میکنه. خب حالا فحشا و منکر چیه؟ خلاصه اش اینه که فحشا اون گناهان بزرگ پنهانی میگه. انسان در خفا خدای ناخواسته گناهانی انجام میده، فحشا است. و نمونه اکملش لا سمح الله زنا امثال اینها فحشای. اولین معنا برای فحشا همین عمل نامشروع. منکر گناهانی علنیه. پس بنابراین می توانیم بگیم که فحشا اون گناهی است که انسان تحت تأثیر شهوت قرار بگیره و فحشای انجام بده. منکر اون گناهی است که انسان تحت تأثیر غضب، حسد، حقد و کینه قرار بگیره و گناهی انجام بده. میخواید از اینها دور باشی، نماز رو اقامه کنید. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا چه ارتباط است بین نماز، بین اقامه نماز و بین النهی از فحشاء و منکر؟ مگر می شود انسان نماز بخواند و از یک طرف هم خود به خود اتوماتیکیان از گناه دست بکشد، به طرف گناه نرود، منصرف باشه از گناه؟ بلی. چرا؟ برای که اگر ما در مقدمات نماز و نکات و دستوراتی که و شرایطی که درباره نماز آمده خوب دقت کنیم، این نماز واقعا از فحشا و منکر ما رو باز می‌داره. ابتدا باید انسان وضو بگیره. کیفیت وضو هم معروفه. باید صورتش رو بشوره و دستهایش رو بشوره و مسح بکشد که خدا در قرآن آورده. خب ثانیاً بدن باید کاملا طاهر باشه. پس اینجا پای نظافت و طهارت هم در میانه. اگر بدن نجیس باشه ولو اندازه بسیار کمی، بازم نماز قبول نیست. اون نمازی که میگه تنها عن الفحشاء والمنکر، نمازی هست که با تمام شرایط و با تمام نکته های ریز و درشتش انجام بگیره.
پس بالبدایه انسان باید بدنش پاک باشد، علاوه بر این که وضو میگیره طهارت داشته باشه، به جمیع معنا بدن پاک باشه. پس اینجا پای طهارت هم در میانه، با بدن ناپاک نماز باطله، دیگه نمازی نیست. ثانیا لباس نمازگزار هم باید پاک باشه، علاوه بر بدن لباس هم پاک باشه. ثالثا لباس باید حلال باشه، از پول حلال انسان لباس خریده باشه. اگر لباس غصبی باشه یا از پول ناپاک خریده شده باشه بازم نماز قبول نیست. لباس انسان باید مخمس باشه، خمس مالش رو داده باشه. اگر از اون پول خریده که خمسش رو نداده تخمیس نشده بازم اینجا اشکال در نماز، نماز باطله. خب پس اینجا میبینیم که حتی پای پاک کردن مال هم در میانه. این آدمی که واقعا میخوای نمازش رو اقامه کنه، بدن پاک، لباس پاک، لباس تهیه شده از مال حلال. پس تا اینجا این آدم خوب پیش آمده، میخوای نماز بخونه. و ثالثاً هم مکان نماز باید مباح باشه، مکان غصبی نباشه. انسان اگر در خانه غصبی نشسته باشه نماز بخونه، نماز باطله، روزه هم باطله. بل اتفاق روایات هم داریم و فتوای فقها و مراجع هم هست، حتی مکانهای شبهناک هم نماز اشکال داره. پس مکان باید مباح باشه، غصبی نباشه، حلال باشه، از خود انسان باشه، ملک خود انسان باشه، یا جای مخصص برای نماز باشه، مثل مساجد حسینیه، حرمها و اماکن عمومی. یا اینکه مثلا انسان در خانه مستأجرین میچینه، صاحب خانه مسلم و خانه رو اجاره داده، منفعت خانه رو داده به این شخص، خب او راضیه که انسان اینجا بشینه نماز بخونه، ساکن بشه، روزه بگیره. اما اگر انسان دانست که صاحبش راضی نیست، صاحب این خانه راضی نیست من ساکن شوم، یا صاحب این مکان راضی نیست من اونجا نماز بخونم، این نمازش کار داره. پس اینجا رضایت مردم، رضایت صاحب مکان هم و مباح بودن مکان هم دخل در نماز داره. و سا بایدم رو به قبله باشه، رابعا رو به قبله باشه، در وقت نماز باشه، هر وقتی که نمی شود. اوقات نماز هم معروفه، 5 بار انسان در روز نماز میخونه، اوقاتش معروف. پس این پاکی بدن و پاکی لباس و مباح بودن لباس و مباح بودن مکان و رو به قبله، تا اینجا چندین نکته آیت شد که هر کدام اینها اگر نباشه یک منکریه. انسان بدنش ناپاک باشه منکره، یک گناهیه، یک ناپاکیه. همینطوری لباسش، همینطوری مکان نمازش. و باید مکان نمازم پاک باشه، علاوه بر این که حلال باشه، مباح باشه، باید پاک هم باشه. نمیشه بالای یک قطع زمین یا قطع فرشی که نجیس هست انسان نماز بخونه. خب البته اگه فرش نجیس باشه، خشک باشه، بدن انسان هم دست و پای انسان خشک باشه، ولیکن اون محل سجده باید پاک باشه. مثلا مهری که انسان میگذاره برای سجده و پیشانی رو اونجا قرار میده، این مهر نباید نجس باشه. یا اگر مهری نداره روی زمین میخواد پیشانی رو بگذاره، اون تکه زمین نباید نجس باشه، باید پاک باشه. و این سجده هم باید روی زمین باشه، روی فرش و امثال اینها نمیشود. روی زمین و اون چی هم که به اون زمین گفته میشه، حتی چوب باشه اشکال نداره، دستمال کاغذی باشه، کاغذ باشه، اینا اشکال نداره، اینا هم جزء زمین. خب بعد از آنی که این همه مقدمات رو رعایت کرد، اون شخصی که به نماز ایستاده و نیت میکند، در قبل از نیت مستحب به انسان استغفار کند، استغفر الله من کل ذنب، استغفر الله ربی و اتوب الی، از صدق دل استغفار کند تا اینکه گناهی نباشد. اگر گناهی هست بخشیده شده باشد. خب اون وقت انسان وارد نماز میشه با گفتن تکبیرت الاحرام، البته قبلش اذان و اقامه
مستحبه، اما تکبیرت الاحرام اینا واجبه با گفتن تکبیرت الاحرام و با خواندن سوره حمد. واجب انسان در نماز سوره حمد رو در رکعت اول و دوم باید بخواند، بعدش هر سوره خوان، سوره توحید باشه، سوره قدر باشه، یک سوره از سور قرآن باید بخواند. ولیکن سوره حمد الا ولا بوده، غیر سوره حمد دیگه سوره جای سوره حمد رو نمیگیره. اگر انسان مثلا حتی سوره واقعه رو، حتی سوره بقره رو هم جای سوره حمد بخونه کافی نیست، مجزی نیست، نماز درست نیست، باید سوره حمد رو بخونه. حالا چه خصوصیتی در سوره حمد؟ اینجا خیلی حرف مهم. اگر میبینیم که خدا میفرماید که این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، بیشتر علتش در همین سوره حمده که خدا واجب کرده خواندنش رو در نماز. در سوره حمد همونطوری که از نامش پیداست با حمد خدا آغاز میشه، انسان رو به یاد کمال و جمال خدای تبارک و تعالی میاندازه که خداوند تبارک و تعالی از جمیع جهات کامله. هر چی بخوای تصور کنی خدا کامله، از نظر قدرت کامله، از نظر رحمت کامله، از نظر پاکی کامله، از نظر علم کامله، از نظر عفو و بخشش کامله، از جمیع جهات اون چی میتوانی تصور کنی خوبی در وجود رب العالمین هست. پس خدا رو باید حمد کنی، باید شکر گذار همچون خدایی باشی. خب لذا خدای تبارک و تعالی از رحمتش هست که سوره حمد رو دستور داده که اینطوری آغاز کنید: بسم الله الرحمن الرحیم. و بسم الله در هیچ سوره از سور قرآن جزء آیه نیست، یک آیه کامل نیست، اینجا یک آیه کامله. ملاحظه میکنید اول قرآن بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه است. خب این اهمیت سوره حمد. بعد الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، جمله دوم سوره حمد بعد از حمد خدای تبارک و تعالی، انسان رو به یاد رحمت خداوند میاندازه. خداوند نگفته الحمدلله الجبار مثلا المتکبر مثلا، نه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. ان انسان رو به یاد دنیا و آخرت میاندازه با این عظمتش، و هم انسان رو به یاد رحمت خداوند میاندازه، الرحمن الرحیم. حالا درباره رحمان و رحیم اینقدر بحثه که چرا خدای تبارک و تعالی دو تعبیر بسیار مهم آورده: الرحمن الرحیم. رحمان هم بیانگر رحمت خداوند هست، رحیم هم بیانگر رحمت خداوند هست، منتها با هم فرق داره. رحمان و رحیم اینجا بحثه که رحمان الرحمن الرحیم، رحمان خدای تبارک و تعالی رحمتش در دنیا شامل حال همه موجودات، حتی بت پرستایی که خدا رو باور نداره، خدا با اونها هم رحمت میکند، روزی داده، زندگی داده، مجال داده، فرصت داده، عقل داده. اما رحیم فقط شامل حال مؤمنین در روز قیامت هست، اگر اشتباه نکنم این اندازه علما و مفسرین گفتن. بس بحث در اینجا خیلی زیاده، تعبیرات خیلی زیاده. بعد انسان رو به یاد روز قیامت می اندازه، مالک یوم الدین. آقا اون روزی که واقعا ملکیت مطلق و مالکیت مطلق در دست اوست، در دست خداوند روز قیامت، دیگه هیچ کسی مالکیت نداره، هیچ کسی ملکیت نداره، همه چیز تعطیل میشه. قدرتمندا، زورمندا، ثروتمندا، عقلا، دانشمندا، علما، مخترعین، همه اینها در پیشگاه خدای تبارک و تعالی باید سر خم کنه. هیچ کسی کار از دستش نمی آید، مالکی هیچ نیست، مالک یوم الدین خداونده. این رو ما در نماز میخوانیم، ما رو به یاد روز قیامت میاندازه که مردم شما یک زمانی در جایی باید حاضر شوید
که هیچی از دست شما بشر نمی آید. مثل دنیا که نیست که یکی سلطان باشه، یکی رئیس باشه، یکی رعیت باشه، یکی ثروتمند باشه، یکی ضعیف باشه، یکی قدرتمند باشه، یکی چی باشه، یکی چی باشه، نه. ولذا اگر کسی در این دنیا مظلوم و وقت نماز میخونه، دلش به روز قیامت خوشه، مالک یوم الدین. اگر کسی مملوک بوده در این دنیا، عبد بوده، عمه بوده، بازم دلش در روز قیامت خوشه، مالک یوم الدین. بعدش اینجا جمله بعدی خدا به ما آدمها یاد میده که در نماز وقتی با خدا صحبت میکنیم باید چی بگیم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کمک خواستن از خدا و عبادت خدا. این جمله اینقدر معنا داره، اینقدر روح انسان رو اوج میده. ایاک نعبد، عبادت مخصوص خداوند. من بنده تو هستم. واقعا که تو لیاقت خدایی داری، بنده باید افتخار کنه. همونطوری که امیر المؤمنین تیه جمله میفرمید خدای افتخار من اینه که بنده تویم و افتخار من اینه که تو خدای منی. هم تکوینا خداوندی، هم تشریعا خداوندی، هم اعتقادا خداوند، به جمیع معنی. و واقعا اون کسی که به نماز استاده میشه به این باور که یگانه معبود خداونده، او روحش از تمام بدیها آزاد میشود، به هیچ چیزی از این دنیا روح او تعلق نمیگره و دل نمیبنده. اگر ملیک الملوک هم اگر باشه، وقتی به اینجا میرسه ایاک نعبد و ایاک نستعین، او احساس میکند که من بنده بیش نیستم، معبود دارم که او مالک الملک، قدرت مطلق در دست او، قدرت لا یزال که ابد زائل نمیشه، قدرت همه قدرتمندا زائل میشه، از بین میره، قدرت مطلقه الهی نه زائل میشه نه کم میشه نه از بین میره هیچ. ما در نماز از همچون معبودی، از همچون خدایی کمک طلب میکنیم و اظهار بندگی او رو میکنیم. وقتی که این باور رو داشته باشیم، هیچ غم و اندوه ما رو نگران نمی کند، هیچ بلای ما رو تهدید نمی کند، از آینده نمی ترسیم، از دشمن نمی ترسیم. نهایتا دشمن ما رو کشت، اگر کشتم پیش خدا میریم، میریم پیش خدا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا رو داریم عبادت میکنیم تا سر حد جان. در تمام برنامه های ما مطیع خدا هستیم، در باور و اعتقاد عقیده به خدا داریم، در کار و کسب طبق دستور خدا حرکت میکنیم، حلال و حرام خدا رو رعایت میکنیم، در عبادت و دعا از او میخواهیم، در امید و خوف از او امیدواریم و از او ترسانیم. امید کمک از او داریم، باور داریم که کسی ما رو در هیچ تنگناهی نمیتواند کمک کند الا خدای تبارک و تعالی. در هر شرایطی باشیم خدا قادر است ما رو نجات بده، قادر است، همونطوری که خدا آتش رو برای ابراهیم گلستان کرد. این قدرت رو هیچ بشری نداره، آتش رو گلستان کنید، خدای تبارک و تعالی است. یا کنستعین، اگر واقعا این باور رو داشته باشیم، هیچ ما رو ضعیف نمی کند، هیچ چشم ما رو نمی کشاند، عقل ما رو نمی کشاند، نه زرق و برق دنیا، نه مال دنیا. برای هیچ دیگه دروغ نمی گیم، برای هیچ دیگه هم عزت و شرف و غیرت من رو نمی دیم. از اینجاست که خدا می فرد این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. وقتی معبودی چنین داریم و ما او رو عبادت می کنیم، از او استمداد میگیریم، او رو پشتبان قرار داده ایم، به او متکی هستیم،
با او امیدواریم، از او فقط میترسیم، پس روح ما آزاده، ما آزادی معنوی داریم. اون وقت نه از زورمندی میترسیم و نه به ضعیف ظلم میکنیم. ما دل ما خوش است به خدای ما، پشت ما محکم است به خدای تبارک و تعالی، چشم ما پور است به رحمت خدا، گوش ما پور است، دل ما روشن است به رحمت خدا. این گونه بنده با خدا در وقت نماز حرف میزند، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تکرارش هم گفتن اشکال نداره، در بعضی از نمازهای مستحبی داریم که 100 مرتبه باید تکرار کنیم. ان شاء الله که رفت جمع کران نماز امام زمان رو که اونجا میخوانی 100 مرتبه باید ایاک نعبد و ایاک نستعین تکرار کن. آقا زین العابدین علیه الصلاه و السلام این جمله رو تکرار میکرد، اشکهای مبارکش در نماز جاری بود، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اشکهای مولا جاری بود در پیشگاه خدای تبارک و تعالی. پس خدای تبارک و تعالی هیچ کم نگذاشته. میخوای در صحبت لذت ببری، نماز بخوان با خدا صحبت کن. میخوای در کار و کسبت لذت ببری، کسبت از راه حلال باشه. خدا میدونه این کسب حلال، لقمه حلال چنان لذت داره اونایی که چشید. میخوای در گفتار دروغ و لهو و لعب نباشد، لذت میبری. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. بعد ادامه صلات، ادامه این سوره حمد که بنده با خدا حرف میزند، اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هدایت برای راست. آقا چقدر مردم به بیراه رفتند، چقدر متحیر شدند، چقدر متحیر ماندند، سردرگم ماندند، چیکار کنند؟ خدای تبارک و تعالی در اینجا میفرماید که اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، بیایید اقامه نماز کنید که در نماز هدایت براه راست هست، شما رو از سردرگمی نجات میده. در نماز قوت قلب هست، در نماز روشنایی چشم هست، در نماز روشنایی دل و امید به آینده هست، در نماز اتکایی به خداوند هست، و از همه مهمتر صراط المستقیم. صراط مستقیم، نمی صراط مستقیم که ما نمیتوانیم از پیش خود درست کنیم، صراط مستقیم رو خدای تبارک و تعالی باید به ما نشان بده. صراط مستقیم در روایات و احادیث داریم، صراط علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. ما شیعیان باید خدا رو شکر کنیم، همون طوری که در نماز خدا فرموده که بخوان خدا را اهدنا الصراط المستقیم، از خدا طلب کن که تو رو به صراط مستقیم هدایت کنه، همون به همون صراط خدا ما رو هدایت کرده، ما رو به علی و اولاد علی آشنا کرده، ما از محبین علی و از رهروان راه علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. باید انقدر خوشحال باشیم که جمیع زرق و برق دنیا در مقابل این نعمت ناچیز باشه. اگر دیگران قدرت داره، ما ولایت علی رو داریم. اگر دیگران ثروت داره، ما ولایت علی رو داریم. اگر دیگران هر چی در این دنیا داره، ما بالاتر از اون داریم. ولایت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام. دیگه همه موجودات این دنیا و همه منافع دنیوی این دنیا برای ما اهمیت نداره. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اون صراط مستقیمی که خدا به خوبان به عنوان نعمت عطا کرده، نعمت بالاتر از این قابل تصور نیست. نعمت هدایت، راه علی راه هدایت، هر که به این راه رفت هدایت شد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عمار بن یاسر فرمود، یا عمار، اگر یک روز مردم همه به یک سمت رفتن، علی تنها سمت دیگر رفت، تو برو دنبال علی، نترس، لا تستوحش من
طریق الهدى لقلة اهله یک روایت داریم، گه مردم وحشت نکنید از راه هدایت لقلة اهله، بخاطر که اهل هدایت کمه، مردم چقدر دنبال علی کم رفتن، اما تو نترس برو دنبال علی. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، این دو جمله باقی مان انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده در جلسات بعد باز هم صحبت میکنیم. پس خداوند وقتی میفرماید اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این نکات در وجود این نماز، در وجود این فریضه الهی خفته است و نهفته است که ما با دقت میتوانیم فلسفه‌ای که نماز انسان رو از فحشا و منکر دور میکند به فلسفه رو بفهمیم. از اینجاست که در زیارت نامه امام حسین میخوانیم اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات، اون نمازی که انسان رو از فحشا و منکر دور کند، اون رو تو در این دنیا بپا کردی تا دیگران هم ادامه بدهد. از خداوند طلب توفیق کنیم. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله. هر دو عالم را به یک آهی سحر خواهم گرفت، جای در جان و دل اهل نظر خواهم گرفت، تا فراز کهکشان قرب بر خواهم کشید، ساحت کون و مکان را زیر پر خواهم گرفت. دل به دریای شهادت میزنم با افتخار، شاهد مقصود را اونجا ببر خواهم گرفت. مرگ در راه عقیده خود جهاد و زندگی است، جان اگر از کف دهم جان دیگر خواهم گرفت، تا برافرازم به دست خود لوای عدل را، راه را بر ظالمی بیدادگر خواهم گرفت. بشکند گر پشتم از داغ برادر، باز هم سینه خود پیش دشمن چون سپر خواهم گرفت. کاروان سالار من زینب بود در راه شام، من از او قول و قرار معتبر خواهم گرفت. گر بیفتد دخترم از ناقه عریان بخواد، در میان راه شام از او خبر خواهم گرفت. هوا گرم و سوزان، صحرا بی پایان، در حینی که اهل بیت به طرف شام حرکت می دادن، سرها بالای نیزه ها، سر مبارک ما حسین بالای نیزه توقف کرد، نیزه دارا نتوانستن سر و حرکت بدهد،
آمدن با آقا زین العابدین گفتن چرا سر بابایت توقف کرده است؟ حضرت فرمود نگاه کنید ببینید آیا چشمهایش باز است یا بسته است. اگر باز ببینید کدوم طرف نگاه میکند. آمدن گفتن آقا چشمهای این سر بریده باز است، به طرف بچه هایش نگاه میکند. آقا زین العابدین فرمود نکند یکی از دخترانش از قافله باز مانده باشد. قافله رو نگاه کردن دیدن دختر 3 ساله نیامده است، این دختر از قافله جا مانده. شخص به نام زجر بن قیس آماده شده دختر رو پیدا کند. یه ظالم یک تازیانه با خودش گرفت، یک نیزه در دست گرفت، از قافله جدا شد، آمد دامنه بیابان و گردش میکرد، دختر رو پیدا کرد. ای کاش پیدا نمیکرد. نمیدانم چقدر به بازوهای دختر تازیانه زد، چقدر به بدنش نیزه زد. دختر رو آورد به قافله ملحق کرد، تسلیم زینب کرد. زینب دست و پای دختر رو نگاه کرد، دیدن قدر پاها آبله کرده و خارهای بیابان رسیده. اما جان این زمین داغ است و پایم سوخته است، زیر نور مستقیم آفتاب جای زخم نیزه هایم سوخته است. اما هر جای بدنم که زخم بود آفتاب تابید و زخم ها رو به سوزش آورده. اما و علیک السلام یا با عبدالله، علیک و اهل بیتک المظلومین. سألهم الذين ظلموا أيام قلبي ينقلبون. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق الأئمة 9 من ذرية الحسين، لا سيما بحق مولانا صاحبنا صاحب العصر والزمان. يا الله بار الله تعجيل در فرج وإمام زمان بفرما. چشمهای مظلومین منتظرین بیچارگان رو به جمالش روشن بگردان. قلب مولای ما رو از ما راضی بگردان. گذشتگان ما به حق مولای ما ببخش و بیامرز. مریض ها مریض های منظور، مبتلایان به مرض کرونا شفا عنایت بفرما. ملتمسین دعا از راه دور و نزدیک حاجت هایشون رو برآورده بگردان. گذشتگانشون رو ببخش و بیامرز، مشکلاتشون رو حل بگردان. جوان هایشون رو هدایت بگردان، مخصوصا جوان هایی که در کشورهای غرب زندگی میکنن، تهدید انحراف زیادن. خدایا به حق امام زمان اونها رو متوجه خودت بگردان. یا الله خداوند این قلیل توسل از همه ما از بانیان این مجلس بکرمت قبول بفرما. الى ارواح المؤمنین والمؤمنات و الى ارواح امواتكم و امواتی و كل من موت على الايمان، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.